سلام، به دیدبان خوش آمدید. من مریم زهدی هستم. این هفته از درگذشت عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران و بعضی از دستگیری‌های روزنامه‌نگاران و ثروتمندان برای شما خواهیم گفت. و آخر هفته که رسید به جشن عروسک سازان و عروسک‌ها تو خیابون‌ها و شادمانی همراهش، خب عیدم. خب سلام آقای بهنود، امروز طبق معمول هر هفته میخواییم در مورد روزنامه ها و مجله ها و مطالبشون صحبت بکنیم. بازم طبق معمول از روزنامه ها شروع میکنیم. اولیش اعتماد، درسته؟ اولا سلام علیکم. از روزنامه ها شروع کنیم. اول هفته همونطوری که شما هم گفتین، مهمترین خبرشون مرگ آقای انتظامی بود، که گرچه خب مدتی بودش که حالا انتظامی خوب نبود و خودش هم یه حرفای اینجوری میزد، عمر جهان بر من گذشته است. اما به هر حال این سالهای آخر آلودگی هوای تهران حالشون رو بدتر کرده، مدام میبردش. بله اونجا میبردش. در این حال اون موضوع دومی هم که شما اشاره کردید، یعنی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این حال همراه شد با دستگیری چند تا روزنامه‌نگار، اونم موضوع مقاله آقای عبدی است که اشاره میکنه و تاکید بر این میکنه که اگر اینا بر اساس بر اعتماد سازی هست، شفافیت میخواد. خب بریم سراغ کیهان. کیهان از امسال که 65 سال 28 مرداده یک استفاده مناسب طبع خودش هم کرده و اونم همین تیتری که میبینید، مصدق از پل مذاکره با آمریکا سقوط کرد. پیداست که اون علامت تعجب آخر خطاب به کیه؟ یعنی اگر که هر کسی که یه بار توی سال اخیر مقالات کیهان، به خصوص مقاله خدای شهید مداری خونده باشه، میدونه که به حال جانبش به اصلاح طلبانی است که به تعبیر ایشون خیلی به امریکا اعتماد دارن. به هر حال میگه خیری از مذاکره با امریکا ندید. آره میگه خیری ندید رفتید. خب سر مقاله که این پایین دارید میبینید، کمی هم آمریکایی باشید، اشاره میکنه به حوادث که این روزا توی امریکا میگذره، حالا بخشای مختلفش، و اینکه نشون میده که به اصطلاح با اخبارشون چجوری عمل میکردن چه و چه و اینا. خطاب به اصلاح طلبا یا هواداران دولت میگه، یا خود دولت مردا میگه، یه کمی هم از این رفقاتون تقلید کنید. به نظر من جالب بود، اولین بار بود میدم آقای شریعت مداری اذعان میکنه به اون سیستم، داره کار میکنه بودن اون سیستم. آره داره کار میکنه سیستم. خب روزنامه ایران رو ببینیم. روزنامه ایران رسید به اون ماجرای به اصطلاح تجمعی که در فیضیه قم شد. فاجعه بود، اشاره به اونه. بله، بعد به توجه آقای وزیر کشورم باش صحبت کرده، داره میگه که پشت صحنه‌اش خبرایی بوده. توجه دارید که تا موقعی که اون عکسایی میومد که نشون میدادش که به هر حال به طور ضمنی یه کسایی دارن تهدید میکنن به استخر فرح، تا اونجا کسی یعنی صداش در نمیومد، تا اینکه نوار آقای ازقدی اومد بیرون و اونجا خب واقعا یه حرفایی زده شد که معمولا فقط اپوزیسیون برانداز میگه هم چیزی رو، انتقادای شدید، و اینکه مراجع همه سواد ندارند و 600 نفر توی سریان و هیچ فکری هم نمی کنن و یک کپی برمیدارن و من چقدر مرجع میخوایم و اینا. معمولا حتی در دوره پادشاهی هم اینجوری با مراجع کسی نمیرفت، چه برسه که یه تعبیرهای خیلی کلیگرایی و اینا هم داشتش که خلاصی، و این باعث شد که آقای مکارم و دیگران و آقای نوری حمیدانی و اینا صداشون در اومد و خب دولت هم واکنش شد. خب روزنامه بعدی روزنامه اقتصادی جهان صنعت، همونجوری که اسمش روزنامه به هر حال طعم روزنامه به اصطلاح منعقد دولت داره. گزارش اصلیش دعوای دولت و تجاره که خب پیداست درباره چی داره صحبت میکنه. اینجا مقاله هم هست که آقای هدایتی نوشته و در اون اشاره میکنه به اینکه حرف پذیرفته شده است که این روزا روزنامه خیلی زیادش میبینن، منتها گیرم که میاد تاکیدش هم میذاره رو برخزر و مذاکرات برخزر و میگه که همه مسائل از جمله مذاکرات که اونجا شده، اگه میخوایم که
مردم خلاصش این که دنبال فکر دولت باشن و دولت حمایت کنه اینا باید شفاف بشه، باید اجزاش روشنش که در موارد مختلف همینجوری این روزها مطرحه. اینه روزنامه بعدی هم همشهریه. میدونید که خب دو روز آخر هفته روزنامه نبود، منتشر نشد. متأ همشهری چیز داشت، توجه داشت به این موضوع و نفهمیدم که آیا روزنامه ایران منتشر شد یا نشد، چون ایران داره عادت میکنه به اینکه همه روزهای تعطیل هم در بیاد. چقدر خوب. بله. اینجا این دلی که میبینین جنگ عروسک ها برای ماندن رو صحنه، اتفاق مهمی دیروز افتاد در تهران و اون هم اینکه انبوه عروسک ها و عروسک ساز ها که مثل همیشه با چهره های معروف مثل آقای جبلی، مثل آقای بگید از بچه مثل مرزی برومند، ایرج تهماس، اینا همه اومده بود. اجازه بدین اینجا همینجا از دنیا فنیزاده، مرحوم دنیا فنیزاده، اتفاقا یاد کردن. اتفاقا به عنوان کسی که خوب شد گفتید، به عنوان کسی که همیشه بود در این روزها و این دفعه نبوده، ازش یاد کردن. و این به حال این عروسک‌های بزرگ که تو خیابونا می‌رفته و مردم که فرصتی برای شادمانی پیدا کردن، خیلی صحنه دلچسب بوده و ظاهرا جمعیت هم خیلی زیاد بود. خیلی هم عکس قشنگه، رنگارنگ و قشنگه. بله. خب بریم چند تا کارتون با هم دیگه ببینیم. کارتون اول میشه حد زد چیه، ولی شما توضیح بدین. داستان ریاضت اقتصادی و مشکلات مردم. این به اصطلاح ریاضت رو در قالب این دیدی که کارگران مشغول کارن، در حقیقت کارگران رو بهش توجه کرده که خودش که کمرش رو بست تفلک، عیال مربوط هم که بس، حالا دیگه نوبت این فسقلی هم رسید، نعیم تدیان کشیده. خیلی تلخه. بعدی رو بریم ببینیم. خب. بعدی هم باز یه مرز مشترک اقتصادی داره دیگه، عملا این روزا موضوع اصلیمون موضوع اقتصادیه و مشکلاتی که وجود داره، ولی اینجا شما به شفافیت هم اشاره کرده بودین تو این طرح میشه دیگه. یه چیزی به نظرم رسید که پشت ذهن آقای طهانی احتمالا نادر فتولیچی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه در حالی که زندان همچین وضعیت داره، اونم یه روز رفت تو زندان، گزارش که راجع به زندان فشافوی نوشت، واقعا خیلی تکان دهنده بود. بله دقیقاً، کسی که به نظر میرسه کسی که با قلم سر و کار داره و افشا کرده پشت میله های زندان. به این بعدی رو ببینیم ما هم دیگه. بله دیگه، این چیزم اونم که از چراغ جادو قرار بودش بیاد بیرون و همه آرزوهای این طرف رو انجام برسونه، اونم مثل یک کاسه دستیه، اونم کاسه گرده، تمام کلیشه های ما رو به هم ریخته. آره. اون به اصطلاح قول چراغ جادو که بنا بود همه چیش کامل باشه و به ما کمال هدیه کنه، خودش محتاجه. خب بریم سراغ برگزیده های این هفتمون. دو تا رو انتخاب کردین، اولی رو با هم دیگه ببینیم. خیلی عالی که فرهنگی و هنریه. بله، نامه بازیگر از اسمش پیداست که منتها گرچه نشریه عکس هست و عکس توش غالبه و نه البته کاغذ کلاسه، یک نشریه شماره اول دومش رو با هم در آورده به خاطر کاغذ و روی جلدش هم میبینه آقای ملک مطیعی رو گذاشته در اون شکل همیشگیش. اتفاقا نشریه گرچه بسیار متنوع هست و همین اولش شروع میشه با تصویر بهروز وثوقی و شهره آقداشلو و تئاتری که بازی کردن، تنها تئاتری که بازی کردن در قبل از انقلاب، و این موضوع رو مطرح میکنه از تئاتر چجوری رفتن سینما، از سینما چجوری رفتن تئاتر. این موضوع رو در مصاحبه های مختلف صحبت میکنه با آقای رحمانیان راجع به اینکه تئاتر ملک تلق کسی نیست حرف میزنه. خب اینکه مدت هاست دعواست سر این ماجرا، تئاتری خیلی ناراحتن که چرا سینمایی ها وارد حیطه تئاتر میشن. نه اونا اومدن البته اینجا هم میدونید که اینجا هم این گرفتاری هست. یعنی این اواخر که میگفتن تئاتر توی انگلیس هم با سابقه 400 سالش دچار گرفتاری، یک دو تا از این هنرپیشه‌های معروف، اول خانم دنج، بعد هلن میلر، اینا رفتن توی نمایشنامه‌ای، بعد اون جوان برندش که نقش چیز بازی میکرد، نقش شلوک هولمز بازی میکرد، که خودش گفته فامیلم فقط اشرافی خودم بچه نونوا هستم و هرمشه درجه کم است، اون هم که بیدونید که رفتش شکسپیر کار کرد و اصلا
به هم ریختی. من اونو به کتابای صوتیش میشناسم، صداش خیلی دوست دارم. که فور اینجا، ولی این وعده رو یا مژده رو به کسایی که کار بازی میخوام بکنم بدم، این نمایشنامه در این حال، این مجله یک مجله کاربردی است برای کسایی که علاقمند به این کارن. آقای مهدی سلطانی، مهدی سلطانی یادتونه تو شهرزاد دیگه؟ بله بله. آقای سلطانی یه چیزی راجع به بازیگری رئالیستی نوشته. ایشون تاثیرات آکادمیک داره در این داره زمانه. بله. و این مهم است که آدم‌های با تجربه، به اصطلاح درسایی که حالا یا آقای استادای معتبر در دوره‌های مختلف دادن، بعضیشون هم که از نسل نوشین اومدن، ولی اصولاً نشریه کاربردی هم هست در این حال. کسایی که جوایز گرفتن هم اینا هم توش هست. مطلب خیلی شیرینی بهزاد فرانی نوشته، خانه ناصرخان کجاست؟ و این در خونه ناصر ملک مطیعی میگه، خیلی خوب نوشته شد، خیلی دل نوشته شیرینی است. قلم خوبی داره آقای فرهنگ. بریم سراغ انتخاب بعدی شما. این با ترانه که با تأخیر حالا دومین شمارش در آورده، ولی نه، با کاغذ گلاسه و عکسای رنگی، و حالا شما بگین. خیلی جالبه که نشریه تخصصی در مورد ترانه داریم. عکسای روش رو من دیدم، خیلی لذت بردم. خانم زویا زاکاریان، شهریار قمبری، آقای شهناز. خیلی جالبه که در این زمینه خاص تو خود گزارشه علاوه بر شهریار، خانم زویا، درباره اردلان سرفراز، درباره ایرج جنتی عطایی، چقدر خوب اینا بله صحبت شده بود. من فکر نمی‌کنم که سابقه داشت که یک نشریه داشته باشیم که فقط در مورد ترانه صحبت. بله، منم یادم نمیادش که یه سابقا یه مجله رادیو ایران در میومد که مال رادیو ایران بود سابقا، خیلی سال که شما متولد نشده بودید. بعد اون یک بخشی داشت، یه زمیمه‌ای داشت که فقط ترانه بود، نوت ترانه رو می‌ذاشت، شعر ترانه رو می‌ذاشت. ولی نه، این نشریه درستاوی است، امیدوارم بتونه با همین ریتم و شکل بره جلو. خیلی عالی. آقای بنوت، بریم سراغ مجله ها. اول اندیشه پویا رو یه مروری بکنیم با عکسی که از آقای زیدآبادی. آقای زیدآبادی روشه. قربانی نشویم همچون آره، امیر. از همین تیتر اگر شروع بکنیم میشه فهمید که سلیقه مجله اندیشه پویا آروم آروم به کجا رسیده. اون کارنامه مردود روحانی اون گوشه گویاتر. بله، اینجا تو مقدمه ای که نوشته، البته امضا نداره، ولی قاعدتا سردبیر رضا خجسته رحیمی نوشته، میگه نسل ما دوبار از اصلاحات ناامید شد، یه بار در سقف مطالباتش یعنی دولت آقای خاتمی، یه بار هم در کف مطالباتش یعنی این دفعه. و بعد از اون است که میره یه گزارش به عنوان دیدبان ماه درست میکنه و اونجا از یه آدمای مثل آقای شمس البایزین عبدی، آقای حق‌شناس، الهه کولایی، عبدالله ناصری، آقای زیبا کلام، آقای پور نجاتی، با اینا صحبت میکنه، از اینا میخواد که نمره بدن. از نظر آقای عبدی و شمس البایزین و عرض میکنم به حضورتون عبدالله ناصری و سعید مدنی مردود شده دولت. کی بیشتر نمره رو داده آقای بهنوت؟ حسین واله. حسین واله 15 داده، آقای فاضلی 14 داده، 15 بالاترین نمره بوده. 15 بالاترین و بقیه همه روی مرز 12، اکثریتی 12 دادن، مثل آقای اخشناس و زیبا کلام، پور نجاتی اینا. و بحث کردن و حرف زدن راجع به اینکه چرا اینجوری نگاه میکنم. مقاله هم طبق معمول خیلی خوندنی و فشرده از آقای حجاریان است، درنگ بیدرنگ، که معتقد است که باید بعد تقنینی نظام تقویت شه اگر میخوایم که راه باز شه برای یک میزگیری هم درست کرده با دو نفر، احمد میدری و حسین عبدو، از زاویه اقتصادی و از زاویه سیاسی به موضوع بررسی کنه. اما وقتی که میرسه به گفتگوی اصلیش که با زیدآبادی است، احمد زیدآبادی از روزگار رفته، از هویت ملی مذهبی خودش، از اعتبار سیاسی اصلاح طلبان، میگه افکار عمومی از هر کسی که طبق علاقه اونها موضع بگیره به شدت حمایت میکنه، اما وای به وقتی که شما با افکار عمومی مخالفت کنید، پستون میزنن. اون وقت ممکنه همان افراد که از شما ستایش میکردن این لقب شرف آل قلم رو به تمسخر بگیرن، خودشون میگاره. برای همین هم من خودم رو از قید چنین لقبی خالی کردم، نه براش کیسه دوختم، نه تحت تأثیرش هستم، نه برای حفظش کاری میکنم. پروتنی همیشگی او هست، معتقده که اصلاح طلبا اومدن تو قدرت
و اعتبار رو باختند و با چشم انداز فعلی در آینده هم جز شکست چیزی نصیب در عین حال قربانی نشیم. مثل امیر انتظام هم یه هشداری. این فروتنی که میگین درش هست به اضافه یه مقداری دلزدگی و ناراحتی دیگه. بله دیگه. یه چیز کبابیش رو میگه. اندیشه پویا از این جهت میشه گفت بین نشریات مشابه خودش فعلا تا این لحظه از بقیه تندتره. خیلی خب، بریم تجربه رو با هم دیگه ببینیم. هفته پیش ما پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه تیر ماه ماهی است که سهراب شهید ثالث هم توش به دنیا اومده بود هم رفته بود بقیه نشریات معتبر ما هم بهش میپردازن، چون که تجربه پرداخته و پرونده اصلیش راجع به مرد تنهای تلخ هست و به اصطلاح حرف داره راجع به این قضیه. تنها هم دو کاره استفاده کرده اینجا با دو معنی. بله بله، با وجود که جدا نوشته ولی معنیش ما میرسونه. این اول بذارید بگم که یه رمان تازه ای از خانم سلیمانی در اومده، خانم بلقیس سلیمانی، که من هفته گذشته به مناسبتی سعی کردم ببینم، من چند تا قصه از ایشون خوندم نتونستم کاملا بفهمم، در حالی که معلوم شد یکی هم جا انداختم نخوندم، یعنی والا قرار شد بخونم به زودی. بعد ماشاءالله هم تو پرکار. آخرین کتابی که در اومده کتابی است به اسم آن مادران این دختران، مصاحبه کرده مجله با به همین بهانه نازنین جودت مصاحبه کرده، مصاحبه شیرینی هم کرده به خاطر اینکه تقریبا هرچی دلش میخواسته، چون خود خانم جودت میدونین قصه نویسه، قصه نویس خوبی هم هست، بنابراین هم سخن هم بیان گیر آورده، هم با احترام یاد کرده از کار ایشون، هم حرفاش نوشته. اون یه دونه قصه که من نخوندم مارونه، شما خوندی مارونه؟ نه من مارونه. ولی واقعا اینکه کسی نوشته بود توی جهان کتاب، اگر رسیدیم عرض خواهم کرد، نوشته بود که هر کدوم از قصه هایی که نوشته این کتاب ها یه نوعی یه درس هم هست در این حال. من هم کارشون رو دوست دارم. فوق‌العاده است. اصلا برخورد خانم سلیمانی همه مرزهای این طرف و اون طرف رو، عقیدتی و فلان اینا رو همه رو رد کرده. و اما وقتی بیایم از به سال ادبیات جدا شیم، بیایم تو بخشای دیگه، گفتگو کرده با آقای حقیقی راجع به یه اتفاقی که توی گالری‌های تهران افتاد دو سه هفته پیش، و اون هم یک نمایشگاهی، یک گالری برپا کرد که اینجا حقیقی هم راجعش صحبت میکنه. و اونجا دارم میگردم که همزمان پیدا کنم، خانم مونا خوش اقبال هست که این نمایشگاه رو درست کرد، یک گالری دارندشون به اسم گاما. اونجا از یک عده‌ای، از ابراهیم خان عکاس باشی بگیر تا عباس کیارستمی، ابراهیم گلستان، ناصر تقوایی، جعفر پناهی، کامران شیدر و مجید ورزگر که اینا مشخصشون که فیلمسازن دیگه، بله. از اینا عکس گذاشته. این نمایشگاه عکس این گروه از آدمیان هست و به خصوص عکسای کیارستمی همه راجبش حرف زدن. بازم بحث همیشه است که فیلمسازا چرا باید کار عکاسی بکنن؟ آیا اگر این کارو بکنن نشون دهنده چیزی؟ میکنن. بیشترش از اونجا رفتن آخه به اینجا. بلد. یعنی از عکاسی، مثلا گلستان از عکاسی رفت اونجا. مجید ورزگرم درباره این نمایشو گفته این وجوه مختلف تمایز به اصطلاح کیارستمی رو اینجا فهمیدیم. تو کتاب ها هم تجربه یه گام از این بخش تازه کتاب پادکست بی بی سی رادیو، یه گام ازش عقبه، یعنی کتابی رو که هفته پیش اونجا معرفی شده بود اینجا بهش پرداخته. هادی ایدری، زندانی بند 8، کارتونایست که هادی ایدری تو زندان کشید و اینا هر کدومشون میبینین که وقتی درباره صحبت میکنه زن حامله که میفته زندان، قفسی هم با خودش برده توی زندان. تجربه مثل همیشه شماره است که ما یه مرتبه که آدم برمیداره دستش میگیره احساس میکنه که کاملا میتونه بفهمه در موزیک، در عکس، در اتفاقات مختلف، در کتاب، اینا در کشور چه میداره. خیلی راهنمای خیلی خوبی است از این جهت. بریم سراغ مجله خیلی قدیمی و به اصطلاح با سابقه جهان کتاب. جهان کتاب غیر از اینکه همیشه گفتم که آگهی‌هاش هم می‌خونیم، تن نشریه است که آگهی‌هاش هم می‌خونیم، خب با خبر می‌شیم که ناشرین کدوم کتاب رو در آوردن. شروعش همینقدر که شروع میشه با این نامه
آقای دوایی که این دفعه طاووس سفید اسمشه، برای چند دقیقه آدم رو نشوندن روی زمین و مشغول کردن و حس خوش نوستالژی که به آدم دادن واقعا به اندازه کافی هستش. غیر از اینکه توش یه چیزایی باخبر میشیم، یه باخبر شدم که ازری، آقای ازری، مریک ازری کسی بودش که در دوره شاه بهش میگفتن سفیر اسرائیل در ایران، رئیس دفتری بود اینجا. بهش میگفتن این رسمان اینطور نبود. بله، هیچ وقت خب به رسمیت شناخته نبودیم، ولی بود. ظاهرا او یک کتاب نوشته و حالا آقای عبدالرحیم گواهی که دیپلماتند و قبلا سفیر ایران بودن، اگه اشتباه نکنم تو ژاپن هم سفیر بودن، یه نقدی نوشته توی این شماره، یه نقدی نوشته ستفرید قاسمی که الان دیگه تاریخدان مطبوعات ایران، یعنی جای دور از جون ایشون، زنده یاد مسعود برزین، زنده یاد حائری، اینا هست که تاریخ مطبوعات نوشتن. بله. و کار کردن تاریخ مطبوعات دیگه الان واقعا که چیزی هم باقی نذاشته، خیلی خوب کار کرده. اینجا یه نقدی داره بر کتاب خانم فراهانی، عزرا فراهانی، که درباره محاکمه هایی است که در سالهای 79-80 انجام شده اگه اشتباه نکنم، و این چند جلده و این شرح اون محاکمات هست که همه احوالات خودتون و دیگران رو در اونجا میخونین در شرح محاکمات. غیر از این که همینطوری بخوایم ادامه بدیم، کم کتاب رو آدم باش آشنا نمیشه تو همین معرفی و نقد هایی که میکنه، از جمله آقای روحانی، مجید روحانی، کتاب آقای محمدی رو درباره به عنوان خاطرات فروتنانه زندان اون رو نقد کرده و معرفی کرده که خیلی خوبه. در این حال نگذریم از مریم سیدان، نقدی نوشته به نامه به سیمین، کتابی است که نامه آقای گلستان هست به خانم دانشور که اینا همسن بودند و بچه محل شیرازی قدیمی و معروفه و توش نقدهای خیلی جدی داره و ایشون هم با دقت و با حوصله دیدند این چیزا رو. تو جهان کتاب دیگه چی هست برای ما بیشتر توضیح بده؟ جهان کتاب که طبیعتاً خیلی چیزای مختلفی هست توش، و هست یه اشاره کردم قبل در مورد مصاحبه خانم سلیمانی. بله. گفتم اونجا یک نقدی که خانم زری نعیمی نوشته، خانم نعیمی، زری خانم، سردبیر همون عروسک سخنگوی است که می‌خواستم شما... بگم از نویسندگان قدیمی. آره. کودک و نوجوان. آره. اسمشون بسیار همیشه تکرار. آره، قدیمی دیگه، تو جوونه، مامانش قدیمیه به هر حال. توی چیز اینجا نقدش رو یا معرفی بهتر بگیم از همین کتاب آخریه خانم سلیمانی که گفتم، اینجوری شروع میکنه، میگه بعضی از نویسنده ها هر اثرشون یک کارگاه آموزش نویسندگی به شکل عام و داستان نویسی به طور خاص هست. خانم سلیمانی یکی از اونهاست، یک کارگاه آموزشی عملی و عینی. تقریبا با یقین نسبی میتونم ادعا کنم که هر اثرش چه خوب چه بد یه گام جلوتر رفته. البته نویسنده از مثلا یکی از کارا، همون رمانی که من خوندم اتفاقا، مارون، از مارون خیلی راضی نیست خانم نعیمی و در مورد بقیه داره تعریف میکنه، ولی من چون هنوز مارون نخوندم ایتی نمیگم، شما هم نگید، نه شما هم نگید. بعد ببینیم با نظر ایشون موافقیم یا موافق نیستیم و بریم نکته آخر. نکته آخرمون، آقای بهنود دوباره به یک کارتون اختصاص داره، ببینیمش، کار احسان گنجیه. بله، این رشوه داد. ملزمه که سیاه در حالی که اونجا شاه اینورم برده توی قلعه، ولی به حال من خیلی خوب شطرنج بلد نیستم. آره. ولی لزومی نداره بلد باشی که متوجه نه. این طرفش. خود پیاده خودشو با رشوه به اینجا رسوند، یعنی دو قدم دیگه. بله. وزیر میشه. محمد رضا ستوده در جهان صنعت نوشته بود که کاش که به جایزه‌های نوبل یه جایزه دیگه هم اضافه می‌کردن به اسم نوبل کشورداری، بعد این جایزه رو هر سال می‌دادن به ما، برای اینکه ما خیلی خوب کشورداری می‌کنیم. من به دریای خزر کاری ندارم. ظریف میگه سهممون کم نشده، ما میگیم نشده، اون میگه زدیم، ما میگیم زدیم، اشاره به اون دیالوگ سینمایی. ولی یه حسی به هم میگه اگه سهممون هم کم نشده باشه، سهم خاویارمون کم شده. یه بار یه جا خوندم ماهی‌های خاویاری از ساحل‌های ما دور شدن به خاطر اینکه ساحل‌های ما خیلی سوت و کورن. میگن سمت ساحل‌های روسیه بریم، چون کسانی که میان تو آب تو روسیه روسن. بعد میگه ماهی‌های خلیج فارس هم که چینی‌ها دارن میبرن، نمیبرن در واقع، جارو میکنن.
ماهی، کوسه، دلفین، جلبک، مرجان، عروس دریایی، خلاصه هر چی هست میبرن. تو یزدم که هندونه میکاریم، بعد آب نداره، خلاصه خوزستان به چند تا چیز با هم اشاره کرده. البته فرضیه هایی هم هست که خاکمون رو هم داریم میدیم به قطر و امارات و اینا که باش جزیره بسازن و کشورشون توسعه بدن. فعلا با همین دستاوردها در عرصه کشورداری سرگرم باشین تا بعد. خیلی ممنونم آقای بهنود. مثل همیشه همه راه‌های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره همه برنامه‌های بی بی سی فارسی جاش همینجاست. راه‌های تماس رو روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما که شناسش هست @bbc شما بفرستین. از همین هشتگ میتونین استفاده کنین، در فیسبوک و توییتر هم با ما در ارتباط باشین. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.